پرسونا مثل یه نقابه یه ماسک که برای پذیرفته شدن میزنیم مجموعه رفتارها یا اخلاقی که به سایرین نشون میدیم که بعضا اون چیزیه که دوست داریم باشیم خیلی اوقات هم صرفا برای پذیرفته شدن انجامش میدیم و اصلا دوست نداریم اون شکلی باشیم البته پرسونا توی مراودات اجتماعی بسیار مفیده ولی اگه زیاد بهش پرداخته بشه فرد اصل خودش رو فراموش میکنه چند وقت پیش یه ویدیویی از مارلون براندو می دیدم که می گفت همه ی ما همیشه در حال نقش بازی کردنیم و این بازی کردن یه مکانیزمی برای بقاست گوهن الگوی بعدی که سایه باشه یه بخشی از ناخداگاه ماست که روش یه برچسب گنده زدن به اسم سرکوب شدگان زفهای ما، شکستهای ما، کمبودهای ما عواطف فروخورده ما تمایلات پذیرفته نشده جنسی ما و احساساتی از این جنس در دسته سایه قرار می گیرن. البته اشتباه نکنیم و سایه شامل چیزهای مثبت نمیشه عموما بیشتر رفتارهایی که چه از نظر اخلاقی و چه از نظر باورهای اجتماعی درست منفی محسوب میشن توی سایه قرار میگیرن سایه اون قسمتی از شخصیت ماست که اگر برای زمان نذاریم و احساسات در اون زمینه رو برطرف نکنیم میتونه به عقده تبدیل بشه آنیموس یه ماهیت و تصویر از خود مردانه در روان و ناخداگاه زنان است یعنی یه سری احساسات، تمایلات، درکها و رفتارهای مردانه که یک زن داره انجام میده یا دوست داره که داشته باشه و انجام بده آنیما هم برعکسشه یک تصویر زنانه در روان مردان است تو همه هم وجود داره ها فقط درصدش متفاوته آنیما و آنیموس اون خود واقعی ماست که به خاطر شرایط چه به صورت آگاه چه به صورت ناخداگاه مجبور شدیم روش پرسونا بذاریم اما کوهنالگوی چهارم کوهنالگوی ایگو بوده من برای واژه ایگو واقعا برگردان مناسبی در زبان فارسی نمیشناسم که اون معنای دقیقش رو برسونه میشه گفت ایگو خود فرده یه مجموعه ای از رفتارها که یک فرد رو تشکیل میده عادات شخصی، رفتارهای شخصی، تک کلامها، سلیقه موسیقی و هر چیز دیگه ای که وابستگی فرد رو به دنیای پیرامونش نشون بده ایگو حاوی غرور تا حدی خودپسندی داره و شاید واژه منیت رو هم بشه برابرش دونست اما کهن الگوی ایگو اون چیزیه که خداگاه و ناخداگاه ما رو ترکیب میکنه و به نمایش میذاره شاید هم نزدیکترین برگردان برای کهن الگوی ایگو واژه شخصیت باشه اون دست رفتارهایی که یک فرد رو نسبت به سایرین متمایز میکنه